نه پدر، من دوست دارم که تو با دنیا آشنا بشی. این کشور سرزمین بسیار پهناوریه. تو باید زبان روسی رو بیاموزی و دور دنیا رو خوب بگردی. بله پدر جان. کمی قهوه آماده کردم. چه غافلگیری خوبی. متشکرم. تو فارگوش بایستدی؟ زود باش نخیر، من فارگوش بایستدم. چرا قشنگ معلومه، پس واسه چی اینجا بایستدی؟ آهای تانیا، تانیا بیا. تو باید روباه نقره‌ای باشی. من تو اون بشکه های قهوه شمچه طلا پیدا کردم. آه میگه
اینا طلای ژاپنیه. خب پس چرا دست روسا بود؟ حتما اون افسرهای روس برای ژاپنیا کار میکرد. حالا باید تا میتونیم دور بشیم. اونا معروف به روباه یخی و روباه نقره‌ای و اهل چوسان هستن. هر دو زبان روسی رو بسیار روان صحبت میکنن که این یعنی باید از کودکی در روسیه زندگی کرده باشن. روباه یخی میتونه به زبانهای چینی و ژاپنی هم حرف بزنه. روباه نقره‌ای هم میتونه خودشو به هر شکلی که میخواد در بیاره و هر کاری که میخواد بکنه. با توقف ورود قطارهای باری از اروپا، اونا شروع به سرقت محموله‌های دانه قهوه از بازرگانان و فروش اونها به قیمت گزاف به اشراف کردن. پس از سرمایه گذاری مالی زیاد در عملیاتشون، حتی بین دار و دسته های مرزی هم صلح برقرار کردن. ما قادر نیستیم هیچ اطلاعاتی در مورد اونها به دست بیاریم، چون دار و دسته ها حاضر به حرف زدن نیستن. و حالا کارشون به جایی رسیده که قطار ارتش روسیه هم میدوستن. شما خجالت نمی کشین؟ برای آبروی ارتش روسیه هم که شده، من اونا را اعدام خواهم کرد. مدفن کیم وو هیون. خودم این قهوه رو درست کردم. میدونم که تو معمولا تنها میای اینجا. خواهش میکنم به پدرم قول بده که در زندگیمون وفادار خواهی بود. سربازای روز تبهکاران مشهور به روباه یخی و روباه نقره‌ای به جرم سرقت و دشمنی با ارتش روسیه اعدام می‌گردند. من ساداکو تایاما هستم و از اونجایی که من جون تو رو نجات دادم، تو به امپراتوری ژاپن مدیون هستی. ولی من برای نجات جونم التماس نکردم. تو همون کیم جون سیک هستی که بازرگانان ژاپنی رو تعقیب میکرد. بگو از من چی میخوای؟ تانیا هنوز زنده است. ژاپن طلای زیادی به ارتش روسیه داده تا جون شما رو نجات بده. اگه فرمان بردار نباشی، تو و تانیا دردی خواهید کشید که فکرش هم نمیتونیم بکنی. مشغول شو. این آمپول به قدری قویه که هر مرد نیرومندی رو میتونه معتاد کنه. دست نگه دار. پیشنهاد منو میپذیری؟ هر
کاری بگی برات میکنم. بذار اون بره. تو یک ژاپنی خواهی بود به نام ساکاموتو و تانیا به عنوان یک روس به چوسان خواهد رفت. تانیا پادشاه چوسان رو مسموم خواهد کرد و ساکاموتو ارتشش رو از هم خواهد پاشید. از زمانی که عملیات قهوه آغاز بشه شما همدیگر رو نخواهید شناخت. قهوه افراد بسیاری در مراسم تاجگذاری امپراتور روسیه شرکت خواهند کرد. پادشاه چوسان هم مین یونگ هوان رو به همراه هیئتی به اینجا فرستاده. این همون پیشخدمت مشهور کافه نفسکیه. قهوه اون مزه شگفت‌انگیزی داره، میتونه سفارش عمر رو به خاطر بسپاره. جدی میگی؟ باور کن راست میگم. یه شایعه. جدی؟ امکان نداره تمام سفارش ها رو به یاد بسپاره اصلا. نه این ممکن نیست. به نظر من که شدنیه. قول میدم نمیتونه چنین کاری بکنه. چطور امتحانش کنیم؟ چجوری؟ سفارش غذا بدیم؟ بله و بعدم جامونم عوض میکنیم. فکر خوبیه. جالب صداش کن. عذر میخوام خانم، آمده این سفارش بدی؟ من 6 لیک میخورم لطفاً. لطفاً نوشیدنی هم همراش بیارید. بسیار خوب. برای منم لطف کنید جریانا کارتوشکا با قارچ بیارید. برای منم بلینی لطفاً. و یه فنجان از قهوه خوشمزه خودتون. بله. منم فارشیروانی پرزی با نوشیدنی. گفتی شما در منوتون نوشابم دارید؟ بله. خب همراش امروز جای قهوه نوشابه میخورم. بسیار خوب. بفرمایید. استیک و یه نوشیدنی هم لطف کنید. حتما. چیزی دیگه ای نیست؟ ممنون. خیلی خوب، حالا خیلی کار کنیم، حالا جاهامونو عوض میکنیم. باشه، من میرم. بیا اینجا. من میرم این. که اینطور؟ غذای شما، مال شما، اینم سفارش شما. استیک، ششلی، بلینی هم برای شما. بفرمید. دیدید گفتم؟ امیدوارم لذت ببرید. من بردم. هرچی گفتم درست بود. آره. تو کافه نفسکی خیلی طبیعی سر صحبت با ایلچی رو باز کن. تو باید با مین یونگ هوان به چوسان برگردی. ما قراره برای حفاظت از پادشاه ارتشمونو بفرستیم چوسان. دیگه از دست ما خارجه. خیلی خوب باشه. اما برای بستن یه پیمان جدید نیازه به پول داری. روسیه دیگه به چوسان ارتش نخواهد فرستاد. در این صورت ژاپن هم ارتش خود را نخواهد فرستاد. روسیه و ژاپن یک پیمان سری بستند که به چوسان نیرو نفرستند. ژاپن و روسیه با هم توافق کردند که ارتششون رو به چوسان نفرسته. شما اهل چوسانید؟ بله.
من حرفشون رو شنیدم، فکر کردم شاید به شما کمک کنه. جسارت منو ببخشید. دفعه بعد مکان مناسبی رو برای ملاقات های شما انتخاب میکنم. من میخوام ارتش روسیه رو با خودم به چوسان ببرم. فکر میکنید باید چی کار کنم؟ اصلا فراموشش کنید، از روی استراب این حرفا رو زدم. روسا با افرادی که لباسای ناآشنایی می پوشن احساس راحتی نمی کنن. به جای حضور ارتش روسیه، مین درخواست کرد که مربیان روس برای آموزش ارتش به چوسان بیان. خیلی متشکرم. لطفاً بهشون بگید که پادشاه چوسان از لطف تزار روسیه سپاسگزاری میکنن. Emperor Gojong is very grateful for the Tsar's generosity of sending his military instructors. نظرتون چیه که همراه من به چوسان برگردید؟ ما الان به یک مترجم خوب نیاز داریم. برای من مایه شادی و افتخاره که کمکتون کنم. اگه کمک شما نبود چطور میتونستم از تصمیم روسیه مطلع بشم؟ من متاسفم. راستش منم دلیل خودمو دارم و نمیتونم به سرزمین پدریم برگردم. هیچ دلیلی نمیتونه براتون مهمتر از نجات کشورتون باشه. من دختر یه مترجم سابق دربار بودم. پدر من به اتهام سرقت شمشای طلای پادشاه کشته شد. من هنوز نتونستم نام پدرم رو پاک کنم. در چوسان منم یک گناهکارم. با این وضع چطور میتونم برای کشور خودم کار کنم؟ منم از شما کمک گرفتم. این یعنی حالا منم یه خطاکارم. بهتره اینو برای همیشه به عنوان یک راز پنهان کنیم و به کمک هم به مردم چوسان خدمت کنیم. پیش از رفتنش به چوسان یه قولی بده. وقتی همه چیز تموم شد، تانیا هم باید یه ژاپنی بشه. بهت قول میدم.
وزیر مختار روسیه جناب وبر. مهماندار این هتل خانم سونتاگ. از دیدارتون خوشحالم. منم تانیا هستم. شما زبان ما رو خوب صحبت میکنید. ایشون به خوبی میتونن به سفارت روسیه کمک کنن. من شک دارم. البته زبان شما رو خوب صحبت میکنن، اما یک کم تازه کار به نظر میاد. ایشان کیم هونگریوک، مترجم کنسولگری روسیه هستن. شنیدم دوست دارید قهوه منو بچشید. من شنیدم که قهوه هتل سونتاگ از بهترین قهوه خود روسیه هم بهتره. این واقعا عالیه، اما راستش دانه های قهوهش کهنه بودن. اکاش کمیم عطرش بیشتر می بود. من شنیدم قهوه های شما در کافه نفسی بسیار مشهور بوده. یک فنجانم برای من درست می کنید؟ البته. قهوه کم بوداده عطر زیادی داره، اما طعم پیچیده ای هم داره. قهوه ای که زیاد بوداده شده تلخی بیشتری هم داره. باید قهوه رو با قلبت درست کنی. دانه ها رو به آرامی نم بدی تا عطرشون در بیاد. و مزه های بیفایده رو کنار بگذاری. مبادا که عطر و طعم قهوه تو خراب کنن. شکر بیش از حد میتونه مزه های مختلف قهوه رو تضعیف کنه. بهتون توصیه میکنم شکر زیادی به قهوه‌تون اضافه نکنین. چطور کمی هم از تلخی قهوه لذت ببرید. این واقعا شگفت انگیزه. امیدوارم بتونم به شما اعتماد کنم که به قولتون برای کمک به مردم چوسان وفادار باشید. ممنونم که با من برگشتید. پس از کشته شدن ملکه، پادشاه گوجونگ از چند کشور درخواست کمک کرد، اما ما با تهدید نظامی کشورها تونستیم از کمک اونها به پادشاه جلوگیری کنیم. بعد از اون به نظر می اومد که پادشاه تسلیم ما شده، اما هنگامی که ارتش مردمی چوسان سر کلش پیدا شد، گوجونگ از فرصت استفاده کرد و به امارت غیرقابل نفوذش پناه برد. پادشاه از اونجا روی سیاست ها و نقشه هاش کار میکنه. یه نقشه کامل از چوسان برام پیدا کن. میدونستید که پادشاه چوسان هم عاشق قهوه است؟ بله. تا به حال زحمت آماده کردن قهوه ایشون رو خانم سونتاگ میکشیدند، اما ایشون گرفتار کارهای هتل هستن. برای همین میخوام شما قهوه پادشاه رو آماده کنید و میخوام همه چیز رو در موردشون به من بگید. شما از من میخواین که خبرچین باشم؟ آه، این چه حرفیه. من فقط ازتون میخوام که جزئیات زندگی روزمره ایشون رو بهمون بگید. من به دانه های قهوه تازه نیاز دارم. شما خوب بلدید چطور به قدرت دست پیدا کنید.
وای پیداش کردم. اون صدکوه. در واقع اسمش بایو جونگه. پدرشونو تو ژاپن رها میکنه و میره. میورا اونو بزرگ کرده و اون تبدیل به یه ژاپنی شده. چه پدر بی خیال و بی رحمی داشته. این چیه؟ ببینم تو داری نقشه جنگی چیزی میکشی؟ اونم برای ژاپن؟ اینجا چوسان پسر، اینجا کشور ماست. بس بهتره تو از اینجا بری. اما این درست نیست. این ژاپن بود که ملکه و مردم چوسانو کشت. درست نیست به اونا کمک کنیم. فکر میکنی چرا؟ پادشاه چوسان پدر تانیا رو کشت. افراد پادشاه همیشه لباسهای سیاه به تن میکردن. اون روز من شنیدم که داشتن با پدر تانیا بحث و جدل میکردن. حتما یک کاری کرده بوده دیگه. آره، پدر تانیا برای پادشاه چوسان کار میکرد. برای همین پادشاه دستور قتلش داده دیگه. مگه نمیدونی پادشاه هرگز به کسی اعتماد نداشت و خودش افرادشو میکشت. تو ژاپنی رو کجا یاد گرفتی؟ من قبلا با بازرگانان ژاپنی سفر میکردم. چشمات میگه که پسر باهوشی هستی. چطوره بیای و برای من کار کنی؟ من اون شب در رو براشون باز کردم، برای خریدن قهوه‌ای که تانیا دوست داشت. همون شب بود که پدر تانیا کشته شد. پدر تانیا نه به دست پادشاه، که به دست ژاپنی ها کشته شد. تو دیگه یکی از ما هستی، دنبالم بیا. من بودم که زندگی تانیا رو نابود کردم. برای همینه که میخوام هر کاری میتونم برای تانیا بکنم. پادشاه سختگیر، حساس و دمدمی مزاجه، اما اندیشمنده. شما از بانوان دربار نیستین و نمیتونین به اعلی حضرت خدمت کنین. میتونید به این بانوی دربار طرز تهیه قهوه رو بیاموزید. وزیر مختار از من خواستن این کارو بکنم. درست کردن قهوه پادشاه به من سپرده شده. تو فکر کردی کی هستی؟ لطفاً در این مورد با وزیر مختار صحبت کنید. تانیا لطفاً مقداری قهوه درست کن. بله، من میرم قهوه رو آماده کنم. دنبالش برو و تمام مدت مراقب حرکاتش باش. بله بانوی من. Ваше Величество, испробуйте не торопясь. Али джинап, аз кахватун лиззат беварит.
ваше величество, это популярный в России кофе. این قهوه این روسا در همه جا بسیار مورد توجهه. میشه بگی این چه لباسیه که پوشیدی؟ من از بانوان دربار نیستم. قبضه حاضر؟ یک دو سه چهار. من میتونم نگاهی به ارتش روسیه بندازم؟ شما روسی بلدید؟